سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 سنبل سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 سپتامبر سال 2024 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، احضار انتونیو بلینکن از سوی مجلس نمایندگان آمریکا. این مجلس خواستار توضیحات بیشتر در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از وزیر امور خارجه گردیده. ادعای مقامات حکومتی مبنی بر رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی، اما کارشناسان با نادرست خواندن این ادعا روی زمینه سازی در این مورد تاکید می‌ورزند. و کشته شدن بیش از 30 تن در نایجیریا سوی گروه مسلح بوکو حرام. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. مقامات حکومتی حکومت سرپرست را سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده می دانند. معاون سیاسی ریاست الوزرا می گوید که روابط خوب کابل با جهان نمایانگر این است که حکومت سرپرست به صورت اعلام ناشده به رسمیت شناخته شده است. کارشناسان چنین اظهارات مقامات حکومت را نادرست می خوانند و تاکید دارند که برای رسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی باید زمینه سازی صورت گیرد. از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور 3 سال می گذرد، اما تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناختن نشده است. معاون سیاسی ریاست الوزرا می گوید که روابط مثبت حکومت سرپرست با جامعه جهانی نماینگر این است که جهان این حکومت را به رسمیت می شناسد. به گفته او، حکومت در حال حاضر در 40 کشور نمایندگی های فعال سیاسی دارد و شمار از کشورها نیز در کابل علاوه بر شاجدافیرها سفارت های فعال دارند. دنیا که اعلان در رسمیت نده کرده پا خلا باندی، خود دنیا تعامل زمک سره در رسمیت پیجندل تعامل دهی. زکر چه زمان سپارتون قنسلگره پا دنیا که خلاص دی، او دو دنیا سپارتون قنسلگره پا افغانستان که خلاص دی، او در تجارت بنادیرم در طول و گواندیانو سره خلاص دی. از سوی دیگر، سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جای بحث روی کیفیت تحصیلی و مسائل مربوط آن میگوید که مخالفان سیاسی حکومت سرپرست در خارج از کشور به خاطر منافع شخصیشان بر حکومت اتهامات را وارد میکنند. اما به گفته او، افغان ها اکنون از همه چیز آگاه شدند. در پردوی خبر و پردوی توجه اوز به میدیا و که سلسله شروع سویده در کپرا و شاقه پیزیکی و حضور و مقابله ختم سویده دیر پیشار پر دغه فکری مقابله شولی. دا ټویټر او فیسبوک ته چې تاسو مخ ورواړوي د دنیا مرتدان ټول په هغه کې ځای پر ځای دي. نه د عالم عزت پیژني، نه د مجاهد عزت پیژني، نه د اسلام عزت پیژني، نه د قرآن عزت پیژني. از سوی دیگر، شماری از کارشناسان میگویند که در این جای شک نیست که شماری از کشورها با حکومت سرپرست روابط خوب دارند، اما به گفته آنان حکومت خواستهای جامعه جهانی را بپذیرد تا به صورت قانونی به رسمیت شناخته شود. د رسمي تعاملاتو لپاره د زمینو برابرېدو په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه شوي، ولې له بده مرغه لا هم دا پرمختګونه په دې دلالت نه کوي او کافي نه دي چې د سرپرست حکومت د پېژندلو یا د رسمیت پېژندنې په برخه کې دې کم آنی بدلون رامنځته شي. په دې معنی اول باید سرپرستۍ اداره په دایمي اداره باندې بدله شي. موږ یو قانونمند حکومت باید ولرو. اما شماره دیگر از کارشناسان میگویند که جامعه جهانی نه تنها تا کنون حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است، بلکه با اتخاذ تصامیم جدید از سوی امارت اسلامی روابط با جامعه جهانی بیشتر به چالش کشیده شده است. آنان میگویند که حکومت سرپرست در این شرایط حساس باید از نرمش کار بگیرد تا بهانه‌جویی های جهانی نیز خاتمه پیدا کند. افغانستان د نړیوالو لخوا خصوصا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. او دا یوه لویه سیاسي غمیزه ده او یو سیاسي مرګ ده د یو هیواد دپاره چې په درې کلو کې څوک په رسمیت نه پیژني. خو زه چې څومره فکر کوم ستونزه نوره هم له دې نه زیاته سوې. مقام های حکومت سرپرست در حال ادعای رسمیت شناختن خفیه را می کنند که به شمول کشورهای منطقه سایر کشورها با حکومت سرپرست تعاملات سیاسی رسمی خود را آغاز نکردند و برای رسیدن به رسمیت یابی حقیقی از حکومت سرپرست خواهان آغاز گفتگوهای بین الافغانی و پاسخ به خواستهای مثبت مردم شدند.
اداره ملی استاندارد بیش از 128 هزار تن مواد نفتی و صدها تن مواد ساختمانی غیر معیاری را تثبیت و جلوه واردات آن را به کشور گرفته است. مقامات این اداره میگویند علاوه بر مواد صحی، زراعتی و خوراکه در بسیاری از بخش ها ده ها استاندارد را تدوین کرده که بسیاری از آن تایید هم شدند. آنان هشدار می دهند که طرح مجازات نمودن شرعی تولید و صادر کنندگان مواد غیر معیاری را نهایی کردند و بعد از منظوری عملی خواهد شد. اداره ملی استاندارد گزارش دستاوردهای یک سال گذشته خیش را به رسانه ها شریک ساخت. بر اساس این گزارش اداره مذکور در یک سال گذشته هزاران تن مواد خوراکه و غیر خوراکه را بررسی نموده، در طرح قانون این اداره تعدیلات را به میان آورده و همچنین به میلیاردها افغانی عواید را هم جمع آوری نموده اند. اداره ملی استاندارد میگوید در یک سال گذشته بیش از 3.5 میلیون تن مواد نفتی و بالون های گاز را ارزیابی کرده که بیش از 128 تن آن غیر معیاری و بیکیفیت تثبیت شده و جلوی واردات آن به کشور نیز گرفته شده است. مقامات این اداره میگویند بیش از 7 میلیون مواد ساختمانی بررسی شده که بیش از 152 تن آن بی‌کیفیت ثابت شده و جلوی واردات آن نیز گرفته شده است. د تیر سوار له 2 کال په جریان کې د دې ادارې له طرفه د هیواد په بندرونو کې 3 میلیون او 1,015.9 تنه ګاز، نفت توکي او مشتقات او کیفیت ارزول شوی دي. چله جمله یو سلو اتیویچ دره اتساوه یو ولس تانه بی کیفیت تثبیت سیوی او هیوات ته دورود سخه مخه نیول سیوی ده. همداراز ده تیر سوار لسوه 2 کال پوشدو که ردی اداره لطرفه ده هیوات پا بندرونی که ده اوه اشاریه 3 میلیون تن ساختمانی توکو کیفیت هم ارزول سوی. چله جمله یو سلو 2.5 تانه بی کیفیت تثبیت سیوی او هیوات ته دورود سخه مخه نیول سیوی ده. مقامات هشدار می دهند که طرح مجازات نمودن شرعی تولید و صادر کنندگان مواد بیکیفیت نهایی شده و غرض منظوری به سر محکمه فرستاده می شود و بعد از طی مراحل عملی و بر اساس آن به متخلفین آن برخورد شرعی صورت خواهد گرفت. در اداره در قوانین و اصول سخه در متخلفین و همدار از هیوات در بیکیفیت اموال و دواری دونکو په داخل د هیواد کې د بیکیفیت اموالو تولیدونکو لپاره د شرعي سزاګانو طرحه نهایي شوې ده او د منظوري لپاره د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې ته لیږل شوې چې د منظوري وروسته به یې په اساس د ټولو هغو متخلفینو تزویر کوونکو او جلکارانو سره شرعي چلند کیږي کوم چې د بیکیفیتي په ارتکاب سره زموږ هیوادوال د اقتصاد، صحت او د چاپېریال او نورو داسو لارو څخه دیزیان من کوي. مقامات این اداره می افزایند در کل 800 استاندارد ها تدوین شده، اما در یک سال گذشته در بخش های مواد نفتی، ساختمانی، کیفیت مدیریت، محیط زیست، کیمیا و پلاستیک، زراعت، مواد خوراکه، نساجی و چرم، مخابرات و وسایل طبی 91 استاندارد را ایجاد کرده که 24 آن تایید شده است. د استاندارد ملی اداره په هیواد کې د استانداردونو د تدوین او ترویج په برخه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي دي. چې د استانداردونو د تدوین کمیټې په منظم ډول د استانداردونو پر تدوین کار کوي. جغرافیایي، اقلیمي، چاپیریال او اقتصادي شرایط ته په کتو یې تر اوسه تر 800 زیات شمیر بیلابیل استانداردونه او د ښاري پراختیا، مهندسي، ساختماني، د پلونو ډیزاین، لویو لارو او سړکونو کوډونه هم تدوین کړي. این اداره در نتیجه بررسی های خود در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد افغانی عواید را نیز جمع آوری کرده و همچنین تلاش ها برای معیاری ساختن تولیدات فابریکه های تولیدی را هم آغاز کرده اند. اداره مذکور میگوید اداره ملی استاندارد در یک سال گذشته در کنار آوردن تعدیلات در قانون تخریج فقهی را هم انجام داده و برای طی مراحل آن را به وزارت عدلیه فرستاده است. اداره ملی استاندارد از تمام تجاران و صنعتکاران خواسته تا مراتشان را مطابق به استانداردها و معیارهای تعیین گردیده عیار و به پیش ببرند. خبرنگاران سمنگان از حکومت می خواهند تا دسترسیشان به اطلاعات را سهل نماید. آنان می گویند که در کارهای روزانه به دلیل دسترسی محدود به اطلاعات با مشکلات مواجهند و می خواهند که برای بلند بردن ظرفیت ها برنامه های آموزشی را برای آنان فراهم نماید. از سوی دیگر مسئولین محلی سمنگان از ایجاد سهولت ها در کار اطلاع رسانی به خبرنگاران خبر می دهند و می گویند که تلاش نمودند تا برای آنان به موقع اطلاع رسانی نمایند.
در ولایت سمنگان شمار از خبرنگاران جهت بالا بردن ظرفیت خواهان برگزاری برنامه های آموزشی هستند. به گفته آنان پس از تحول سیاسی بیشتر خبرنگاران کشور را ترک کردند و در جای آنان خبرنگاران جدید به کار گماشته شدند که نیاز به حرفه‌ای شدن دارند. همچو نیادهایی که در این زمینه ارتقا و ظرفیت خبرنگارا و رسانه ها کار میکنند تلاش بکنند تا خبرنگارا ارتقای ظرفیت شود و شیوه های مسلکی خبرنگاری را اینجا بیاموزند. چون خود شما میفهمین که بعد از تحولات و پیروزی امارت اسلامی یک تعداد خبرنگارای مسلکی از این وطن یا رفتن یا ایست که ترک وظیفه کردند. خبرنگاران سمنگان مهم ای است که بعضی از یاد تازه کار هستند و برای مهارت هایی که نیاز است که یا باید قبل از اینکه به یک ساحه اعزام شوند مواردی را باید بدانند. بینان بعضی از یاد که تازه کار هستند و مسلکی هم نیستند وجود همچون ارائه سمینارها برای ازا خیلی مفید است. از سوی دیگر مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران در رزون شمال میگویند با آنکه برای خبرنگاران محلی سمنگان سمینار آموزشی برگزار کرده اند اما تاکید دارند که در آینده نزدیک برای بالا بردن ظرفیت آنان برنامه های آموزشی برگزار میکنند. کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان با در نظر داشت شرایط فعلی برنامه های آموزشی و مسئولیتی را که برای خبرنگارا داره ای را از مرکز به زون انتقال دادن. البته سالهای قبل مگر از دو سال میشه که ما ای را ولایت محور ساختیم، یعنی برنامه ما را ما در تمام ولایت افغانستان رو اندازی میکنیم بر طبقه و ناس و ذکور. به می اساس است که در ولایت سمنگان هم ما در ماه جاری یک برنامه داشتیم و در سال جوری هم در نظر داریم که یکی دو برنامه دیگر هم در تمام ولایات زون شمال برای خبرنگارا داشته باشیم. خبرنگاران با آنکه خواهان برگزاری برنامه های آموزشی جهت بالا بردن ظرفیت هستند اما از سوی دیگر می خواهند تا زمینه برای دسترسیشان با اطلاعات بیشتر مساعد شود. خب مشکلات های خبرنگارا فعلا یکی خوب مشکلات اقتصادی است، نمیتونه که با او کندک کاری که فعلا کم شده امور زندگی خود را تهیه بکنه و دیگری که به اطلاعات ازی بیشتر باید دسترسی پیدا کنه و همچنان از حکومت سرپرست میخواهیم که به خبرنگار توجه بیشتر داشته باشه. خب خواست ما از حکومت کنونی است که باید جایگاه و ارزش خبرنگاران را البته همیشه حفظ کنند و هر جایی که خبرنگاران وقت به خاطر پوشش یک رویداد که عینی است یا حتمی است میرن باید با اونها همکاری کنند. از سوی دیگر مسئولین محلی سمنگان اطمینان می‌دهند که تلاش دارند به مواقع به خبرنگاران زمینه دسترسی به اطلاعات را فراهم نمایند. ما سعی بر این داریم که با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ برای صاحبان رسانه همکاری جدی داشته باشیم. این چیزی است که بر ما حکومت مرکزی تاکید دارد. بدین اساس ما تلاش داریم که با هماهنگی این ریاست هر گونه اطلاعاتی برای هر برادری که بخواد از ما اطلاعات بگیرد می خواهیم که به دسترس اونا قرار بدهیم. اگر هر ریاستی، اگر هر اداره‌ای در این ولایت برای اصحاب رسانه همکاری نکند، این اصحاب رسانه می توانند با ما هماهنگ شوند. ما برای اینها زمینه مساعد می کنیم که اطلاعات برای اینها در موقع به دست اینها برسد. این در حالی است که پس از تحول سیاسی در کشور شمار زیادی از خبرنگاران از کشور بیرون شدند و در جای آنان خبرنگاران جدید به کار گماشته شدند که برای بالا بردن ظرفیتشان خواهان برگزاری برنامه های آموزشی هستند. باشندگان دره نور ولایت ننگرهار برای ساخت شفاخانه با هزینه شخصیشان زمین خریداری نمودند. این زمین که بیش از 4 جریب است به ارزش 2 میلیون افغانی خریداری شده و در آن یک شفاخانه 60 بستر ساخته خواهد شد. مسئولین سهام ننگرهار از این اقدام باشندگان دره نور استقبال می کنند و اطمینان می دهند که کار ساخت این شفاخانه به زودی آغاز خواهد شد. بزرگان قومی 9 قریه ولسوالی در نور ولایت ننگرهار هستند که با هزینه شخصیشان یک زمین را برای ساخت شفاخانه 60 بستری در این ولسوالی خریداری نمودند. آنان میگویند که این زمین 4 جریب است که حدود 2 میلیون افغانی خریداری شده است. آنان ابراز امیدواری میکنند که کار ساخت این شفاخانه هر چه زودتر آغاز شود.
خلق د غره په لمنو کې اوسېږي او بیچاره او حقیر خلق دي. موږ دا ټول مشران دا لازم ولیده چې خصوصا د صحت په باره کې صحت په حساب به یو داسې موږ څه ولرو تر څو چې زموږ خلق یو اندازه کلینیکونو او شپخانو ته لاسرسی ولري. همدغه احساس په اساس ټول د نه حقریو مشران سره راټول شولو او دغه مناسب ځای موږ انتخاب کړه. باندې قرباني د ولسونو ورکړه په بیا وشوه. دا قرباني د ټولو ولسونو او د ټول خلکو دی. د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې کوم ځمکه وقف شوې کوم ځمکه ورکړې قواره موږ هر څه د ولسونو چې کوم یو کار دی ورته خلاص کړي. دولت نه مو غوښتنه ده چې افغانستان اسلامي امارت نه چې دغه کوم تعمیر شي دغه شوی واده شوی دا به زر ته زر د دې کار وشي او د خلکو مشکلات دلته حل شي. باشندگان دره نور میگوید در حال حاضر در بخش صحت با مشکلات زیاد مواجهند و در سطح این ولسوالی شفاخانه وجود ندارد که به تداوی مکمل آنان بپردازد. که او گرو در نور په ننګرهار کې یو له هغو ولسوالیو شمیرل کیږي چې نږدې یو لک درې پنځوس زره تنه نفوس لري، خو له بده مرغه چې دوی داسې روغتیایي کلینک یا روغتیایي مرکز نه لره چې دوی ته د بشپړې درملنې د خاطر پر وخت رسیدګي شوی وای. له مسؤلینو له مربوطه موسسو مې هیله هم دا ده چې ژر تر ژره د خپل کارونه پیل کړي او هغه ستونزې چې دلته موږ یې لرو هغوی ته باید د پای ټکی کېښودل شي. مسؤلین ریاست سطحامه ننګرهار از این اقدام باشندگان ولسوالی دره نور استقبال میکنند و میافزایند که با وزارت سطحامه موضوع ساخت این شفاخانه را شریک نمودن و تلاش دارند تا با همکاری مالی این وزارت یا مؤسسه همکار کار ساخت این شفاخانه را آغاز کنند. من دی ولس ندیر منن او کلا چدی په موتا څلور جری بازه دی کی لندی دی اچ دی پر انتخاب کو ریکړلو نو اغا تیم رهل خو به من وزارت لګو د وزارت نه منځوري رسی د غنه بعد بیا من ګورو کومه دولتي بودیجه لرله موږ به دولتي بودیجه نه د تعمیر جوړو که دولتي بودیجه لرله موږ مساتو هغه باندې کوشش کوو چې مساتو څوک د تعمیر لیواله جوړوي بودیجه لري او موږ هغه باندې جوړو. در حال حاضر ولسوالی دره نور ولایت ننګرهار که صدها هزار نفوس دارد با نبود شفاخانه مواجه است که در بسیاری اوقات بیماران این ولسوالی هنگام انتقال به مرکز این ولایت در مسیر راه جان خود را از دست می‌دهد. امورات عملی چهار پروژه به ارزش 10 میلیون افغانی در شهر گردیز آغاز شده است. مقامات محلی می گویند که این پروژه ها سوی شهروالی گردیز آغاز گردیده و در نتیجه آن سرک های محلی مربوطه شهر گردیز هم بازسازی خواهد شد. باشندگان محل در کنار آغاز پروژه های مشابه دیگر می خواهند تا غرض انکشاف شهری به کیفیت امورات پروژه های مذکور هم توجه جدی صورت گیرد. پروژه های بازسازی مذکور از سوی شهروالی گردیز آغاز شده که با اتمام آن باشندگان گردیز از تسلیحات لازم در بخش انکشاف شهری مستفید خواهند شد. این پروژه ها مجموعاً 40 میلیون افغانی هزینه برداشته که در نتیجه آن سرک های محلی هم به طور اساسی بازسازی خواهند شد. در دو سالور پروژه طول لگه تقریباً 30 میلیون افغانی لگه ورباندی رازی چه در قد پنتون در مخی دوی پروژه دی آواغا. دویمه ناحیه کې دریم گذر کې درې سرکونه چې وو دلته اوله ناحیه کې کومې دا درې سرکونه چې دي ټول جمله لګښت 30 میلیون افغانۍ ور باندې راځي. در همین حال باشندگان پکتیا هرچند چنین پروژه ها را برای انکشاف شهری مهم می دانند اما علاوه بر آن تاکید می نمایند که حکومت از هر زمان دیگر تمرکز خود را روی تطبیق پروژه های بازسازی بیشتر سازد. آنان همچنان از حکومت خواستار نظارت بر کیفیت امورات پروژه های مذکور شدند. پکتیا په نور وختونو کې د کارونه ډیر لاندې پاتې شوی دی. توجه غواړي د ټولو مساتو د پخپله ځانګړې د امارت اسلامي نه مو د هیله دی چې پکتیا ته توجه ته وکړي. ځورېدلی ولسته کړېدلی ولسته دا د خار پروژې دي. هم سرکونه پخېږي هم لختي پخېږي نو دا ډیره د پکتیا دپاره ډیره په ګټه ده. امورات پروژه های بازسازی مذکور در شهر گردیز پکتیا در حال آغاز می گردد که مسئولان محلی در سال روان اطمینان بر آغاز سایر پروژه های فاوید آمه در این ولایت را می دهند. اول هم چند خبر مهم از جهان.
ده ها تن در کانگو هنگام فرار از زندان کشته شدند. مقام های امنیتی این کشور گفتند که 129 تن در کانگو در حال از سوی پلیس کشته شدند که برای فرار از زندان مرکزی مکالا تلاش داشتند. مقامات افزودند که زندانیان نخست به ساختمان زندان آتش زدند و سپس برای فرار از آن تلاش نمودند. مسئولین زندان افزودند که هیچ زندانی موفق به فرار نشده است. به گفته مسئولین در زندان مکالا حدود 1500 زندانی در بند به سر میبرند. این در حال است که بر اساس گزارش ها در سال 2017 میلادی هزاران زندانی موفق به فرار از این زندان شده بودند. بیش از 30 تن در نایجیریا از سوی گروه مسلح بوکو حرام کشته شدند. مقام های امنیتی این کشور گفتند که در ولایت یوبی این کشور بر اثر تیراندازی افراد سوار بر موترسایکل در یک بازار 37 تن کشته شدند. مقامات افزودند که افراد مهاجم عضو گروه بوکو حرام بودند. در درگیری میان گروه بوکو حرام و دولت این کشور تا کنون 10,000 تن کشته و بیش از 2 میلیون تن دیگر بیجا شدند. بر اثر حملات راکتی روسیه بر اوکراین بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین اوکراین گفتند که در نتیجه حملات راکتی نیروهای روسیه بر یک انستیتیوت نظامی در شهر مرکزی پولاتوا در اوکراین 51 تن کشته شدند و 219 فرد دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی افزودند که ده ها تن دیگر در زیر آوار این ساختمان انستیتیوت گیر ماندند. بر اساس گزارش ها پس از حملات روسیه بر اوکراین از زمان آغاز جنگ میان دو کشور این خونین ترین حمله بوده که از سوی روسیه انجام شده است. و خبر اخیرین که در نتیجه حملات تازه اسرائیل بر غزه بیش از 40 فلسطینی شهید شدند. بر اساس گزارش ها در حملات تازه نیروهای اسرائیلی که بر بخش های جنوبی و شمالی غزه در 24 ساعت گذشته انجام شده 43 تن شهید و 10 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر نیروهای اسرائیلی در منطقه دیرالبلای غزه 6 کودک را زخمی نمودند. مقام های صحی فلسطین از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا بر اسرائیل فشار وارد کنند تا مانع تطبیق واکسن پولیو در غزه نگردد. با این همه آمریکا رهبران جنبش اسلامی حماس را به حملات سال گذشته بر اسرائیل متهم نموده است. ستر محکمه آمریکا رهبر پیشین سیاسی و یحیی سینوار رهبر کنونی سیاسی جنبش حماس را مجرمین اصلی حملات ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل معرفی کرده است، در حالی که اسماعیل هانیه رهبر پیشین سیاسی جنبش حماس حدود 2 ماه قبل در ایران شهید شد. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس از شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.